درود بر دوستان عزیز و همراهان گرامی کانال محمود 20. امیدوارم از ویدیوی قبلی که در مورد بازار فارکس بود و توضیحاتی که در مورد بازار فارکس خدمتتون عرض کردم کمال استفاده رو برده باشین و آماده شده باشین که بتونیم در بروکرهای معتبر حسابهای آزمایشی رو با هم افتتاح بکنیم، که خب بعد از اینکه شما تونستین حساب‌های آزمایشی رو افتتاح بفرمایید و روش تمرین و تمرین و تمرین کردین، این تمرین رو که خیلی تاکید میکنم این هست که تجربه شما بالا بره در بازار فارکس، و هرچه تجربه شما بالاتر بره و سود شما بالاتر خواهد رفت و ضرر کمتری خواهید کرد. اولین قدم ما در این بازار این هست که ما سرمایه رو که داریم از دست ندیم و سرمایه‌مون رو حفظ بکنیم. در وهله دوم این هست که ما سود به دست بیاریم. پس هر چقدر که تمرین ما بیشتر باشه رسیدن به هدفمون نزدیکتره و ضرر کمتری خواهیم کرد. خب امروز در یکی از اون بروکرهای معتبر قصد دارم که به شما آموزش این رو بدم که چطور افتتاح حساب رو انجام بدین، حالا چه حساب دمو یا چه حساب ریل هیچ تفاوتی نمیکنه، فقط در بروکرها که با ایران کار میکنن یا تمام بروکرهای دیگه شما در ابتدا باید یک فضای کاربری یا به اصطلاح کابین کاربری باز بکنید، که خب امروز بروکری که میخوام به شما آموزش بدم بروکر FXTM یا فارکس تایم هستش، که لینک ورود به این بروکر رو در پایان ویدیو برای شما خواهم گذاشت. خب ما به سایت بروکر فارکس تایم میریم، از آدرس بار این سایت بروکر فارکس تایم رو تایپ میکنیم و یا بر روی لینکی که در پایان ویدیو گذاشتم براتون کلیک میکنید و وارد این سایت میشید. خب قسمت اوپن اکانت رو شما از اینجا انتخاب میفرمایید. خب در مرحله بعدی شما اگر دوست داشتین میتونید از اینجا از این قسمت زبانهایی رو که وجود داره انتخاب بکنید. زبان فارسی رو هم پشتیبانی میکنه، شما میتونید زبانهای مختلف رو که خواستین انتخاب بکنید. ما از اینجا زبان فارسی رو انتخاب میکنیم. خب به قسمت ثبت نام تشریف میارید، نام، نام خانوادگی و کشوری که الان هستین رو اینجا می نویسین. از اینجا می توانید کشور دیگه ای رو انتخاب کنید اگر اونجا حضور دارین و مدارکی رو دارین که بعدا ارائه کنید از اون کشور، می توانید کشورهای موجود رو از اینجا انتخاب بکنید. مثلا کشور ایران رو ما انتخاب می کنیم، ما کشور ایران رو انتخاب می کنیم. تلفن همراهتون رو می توانید از اینجا بهش بدین یا هر تلفن همراهی دیگه که دارین غیر از ایران. ایمیل خودتون رو وارد میکنید و یک گذرواژه که حداقل بین 8 تا 20 حرف باشه و شامل حروف بزرگ و حروف کوچک باشه رو وارد میفرمایید. خب ما با هم این قسمت ها رو پر میکنیم. ما اینجا نام و نام خانوادگیمون رو وارد میکنیم، کشور محل اقامت و تلفن رو هم وارد میکنیم. خب ما اینجا قصد داریم تلفن غیر از تلفن ایران رو بهش بدیم. درسته ما در ایران هستیم ولی خب شاید شمارمون متفاوت باشه. ما تلفنمون رو وارد میکنیم. خب چک میکنیم که ببینیم درست وارد کردیم یا خیر. 66 09. اوکی. خب ایمیلمون رو هم اینجا وارد میکنیم. خب اجازه بدید من ایمیل رو اینجا وارد بکنم. بله و خب یک رمز جوهری رو هم واسه ایمیلمون انتخاب میکنیم. خب با انتخاب دگمه ارسال پین، پین 4 رقمی به موبایل شما ارسال میشه. همچنین یه پین جداگانه هم به ایمیل شما ارسال میشه. در این مرحله
شما میتونید یکی از این پین ها رو برای این قسمت استفاده کنید. هم میتونید پینی که به تلفنتون ارسال شده استفاده بکنید یا پینی که به ایمیلتون ارسال میشه. شاید در اون لحظه تلفن شما مثلا در دسترس نباشه یا آنتن نداشته باشه، میتونید از این پین ایمیل استفاده بفرمایید. خب ما ارسال پین رو میزنیم. خب ایمیلمون رو ظاهرا اشتباه تایپ کردیم. خب از ایمیل دیگه ای استفاده میکنیم. خب ما ایمیل رو تعویض کردیم و پین رو دکمش رو انتخاب کردیم و پین برای ما ارسال شد. خب پین به تلفن ما ارسال شد و پین رو هم وارد میکنیم. پین رو وارد میکنیم و پین رو که ارسال کرده قبول نمیکنه و مجدد اینجا پین رو وارد میکنه. خب ما پین تلفن رو وارد کردیم به خاطر فاصله ای که در این قسمت من قرار داده بودم و اینجا دیده نمیشد. من پینی رو که به ایمیل ارسال شده بود وارد کردم و خب اینجا این پین رو پذیرفت و در ادامه روند کلیک روی ثبت نام کلیک میکنیم و وارد مرحله بعد میشیم. منتظر میشیم که به مرحله بعد وارد بشیم. خب در این قسمت ما پروفایل خودمون رو باید تنظیم بکنیم. خب شما جنسیتتون رو انتخاب میکنید، تاریخ تولدتون رو انتخاب میکنید، هر کدوم از این تاریخ ها هست انتخاب میفرمایید. مثلا تاریختون رو، ماهش رو در اولی تاریخ روز هست، دومی ماهتون هست باید به میلادی وارد بکنید و سومی هم سال تولدتون به میلادی هستش. اگر بیشتر از یک تابعیت دارید اینجا تابعیتتون رو انتخاب میکنید، اگر هم ندارین که خب خیر رو میزنید. اگر مالیات پرداخت میکنید خب اینجا شامل ایران نمیشه، چون که داخل ایران اون قوانین مالیاتیش زیاد درست اجرا نمیشه. خب آدرستون رو اینجا وارد میکنید و نشانی کاملتون رو هم اینجا مینویسید. مثلا ما شهرستان رو، اجازه بدید ببینم، من مشهد رو انتخاب میکنیم و نشانی کامل رو هم اینجا مینویسید. این فاصله ها رو خب اینجا رو من پر میکنم و در خدمت شما خواهم. خب تمام این قسمت ها رو شما باید با حروف انگلیسی پر بکنید. حروف فارسی رو قبول نمیکنه، به خاطر همون در قسمت قبل ما نتونستیم فارسی رو وارد بکنیم. خب نشانه کامل رو هم اینجا می نویسید. این رو میتونید نشانیتون رو برگردون انگلیسیش رو از روی قبضی که بعداً میخواین ارسال بکنید، مثل قبض تلفن یا قبض موبایلتون یا آب یا برق و گاز، این رو اینجا بنویسید. مثلا شماره 25 بلاک خونتون هستش، آدرس خونتون و به ترتیب میایید تا به کد پستی برسید که اگر لازم بود اون رو هم بنویسید. بعد از تکمیل آدرس بر روی گزینه که در پایین مشاهده میفرمایید کلیک میکنید و با شرایط و ضوابط بروکر موافقت میکنید و در نهایت بعد از اینکه چک کردین همه قسمت ها پر شده، بر روی گزینه ارسال کلیک میفرمایید. خب در قسمت بعد وارد صفحه کابین بروکرمون میشیم. از اینجا ما باید مدارکمون رو آپلود کنیم که تکمیل
حسابمون انجام شده باشه یا باز کردن حسابمون کامل شده باشه. خب ما میتونیم از دو قسمت این مدارک رو کامل کنیم. قسمت اول در قسمت سمت راست سایت مدارک من هستش، با کلیک بر روی این قسمت میتونید مدارک رو کامل کنید، یا از این علامت تعجب که در بالای شناسه کاربری شما هستش در قسمت روی قسمت آپلود مدارک کلیک میفرمایید و وارد بخش مدارک من میشید. از اینجا شما میتونید مدارک شناسایی و گواهی محل سکونتتون رو آپلود بفرمایید. بر روی آپلود کلیک میکنید. خب از اینجا شما میتونید برای مدارک شناساییتون گذرنامه، کارت شناسایی یا گواهینامه رانندگیتون رو آپلود بکنید. خب اگر نمیدونید چطور باید اینها رو آپلود بکنید، در اینجا راهنمایی برای شما تهیه شده که میتونید فرمت اون مدارکتون جز این فرمت ها باشه و هم میتونید به وسیله اسکن یا عکس از عکسی که تهیه شده از گوشیتون میتونید این کار رو انجام بدین. و اگر باز هم متوجه نشدین این رو، میتونید در پایان صفحه نمونه هایی هست از این مدارک که با کلیک بر روی اونها اون نمونه ها برای شما باز میشه که به این صورت شما میتونید اونها رو ارسال بکنید. کارت ملی هست و گذرنامه و گواهینامه رانندگی. خب برای اینها میتونید در اینجا از گزینه مرور بعد از اینکه اون عکس رو وارد سیستمتون کردید از اینجا انتخاب بکنید و بر روی آپلود بکنید که مدارکتون برای بررسی انجام بشه. خب بعد از ارسال مدارک شما میتونید یک حساب افتتاح بکنید. با کلیک بر روی همین قسمت شما میتونید حساب افتتاح بکنید یا از قسمت حساب‌های من هم میتونید این کار رو انجام بدید. ما بر روی حساب‌های من میزنیم و باز کردن حساب جدید رو انتخاب میکنیم. خب از اینجا شما میتونید حساب آزمایشی افتتاح بکنید. با کلیک بر روی گزینه حساب آزمایشی میتونید این کار رو انجام بدید. با کلیک بر روی گزینه معاملاتی زنده یا حساب داد و ستد زنده میتونید حساب های ریل یا حقیقی رو افتتاح بکنید و بر روی حساب سرمایه گذاری میتونید حسابی رو انتخاب بکنید که شما سرمایه گذار باشین و مدیر حساب یا کسی که بروکر FXTM اون رو تایید کرده بر روی حساب شما ترید انجام بده و شما سود رو برداشت کنید. و اگر این در صورتی هست که شما خودتون هیچ تجربه‌ای در زمینه ترید بر روی بازار حقیقی نداشته باشید. خب ما بر روی قسمت حساب آزمایشی کلیک میکنیم، وارد مرحله بعد میشیم و ما میتونیم نوع حسابمون رو از اینجا انتخاب بکنیم. ما نوع حسابمون رو انتخاب میکنیم، ارز حساب رو دلار، یورو یا پوند قرار میدیم. دلار که خب معمولا بهتر هستش. اهرم حساب رو شما با توجه به تجربتون در این زمینه انتخاب میکنید. در قسمت ویدئوی قبلی هم من توضیح دادم خدمتتون که اگر تازه شروع کردین اهرم رو هرچه پایین تر قرار بدین بهتر هستش، چون این اهرم هم باعث سود رسانی میشه و هم باعث میشه که حسابتون از دست بره در صورتی که تجربه کافی نداشته باشید. اهرم 1:100 مناسب هست برای شروع. روی 1:100 قرار بدین. اینجا حسابی رو پسوردی رو برای خودتون انتخاب کنید. میتونید از پسوردی که خود سایت به شما پیشنهاد میکنه استفاده بکنید و خب اینجا پر میشه. نخواستین هم میتونید خودتون یه پسوردی رو انتخاب بکنید. خب موجودی اولیتون هم در حال حاضر جوری که خود بروکر قرار داده 1,000,000 دلار هست. شما میتونید این رو به مبلغی که شما خودتون دوست دارین تغییر بدید. مثلا من اینجا این رو 1,000 دلار انتخاب میکنم. خب مدل حسابی که شما باز کردین در سمت چپ نوشته شده. نوع حسابتون FXTM ECN هستش. خب از اینجا اگه تغییر بدین نوع حسابتون رو، این قسمت هم تغییر خواهد کرد. خب در مرحله بعد باز کردن حساب رو انتخاب میفرمایید. (تصفيق)
خب حساب شما افتتاح شد و مشخصاتش به ایمیل شما ارسال میشه، اما پسورد و اینها رو ارسال نمی کنن، چون که به دلیل اینکه دلایل امنیتی هست شما باید از همینجا برای خودتون پسورد رو سیو بفرمایید. خب از این قسمت دانلود سکو که یا دانلود پلتفرم معاملاتی میتونید پلتفرم معاملاتی متا تریدر 4 یا 5 رو دانلود بفرمایید. خب یک خصوصیتی که بروکر FXTM داره، روش‌های پرداختی خیلی زیادی رو داره. شما میتونید از روش‌های پرداختی خیلی زیادی استفاده بکنید که من در ادامه خدمت شما عرض می‌کنم. و اینکه کار دیگه که انجام میده، حساب شما رو به مستقیم با همین شناسه‌ای که دارین و با پسوردی که برای ورود انتخاب کردین به سایت MyFXBook کانکت میکنه، براتون ثبت نام کرده از قبل اونجا با همین اکانت. سایت MyFXBook سایتی هست که شما میتونید بعد از اینکه ترید بکنید حسابتون رو وصل اون سایت بکنید و دیگران بتونن معاملات شما رو ببینن و در صورتی که معاملات شما خوب باشه بتونن بعدن از شما از روش هایی که خودتون میدونید سیگنال رو تهیه بکنن و شما از اونجا کسب درآمد داشته باشید. در یکی از ویدیوهای آموزشی برای شما این سایت MyFXBook رو من توضیح دادم که میتونید با مراجعه به کانال یوتیوب که آدرسش رو در زیر ویدیو قرار میدم خدمتون، از اون آموزش ها هم به صورت رایگان استفاده ببرید. خب از این قسمت هم دانلود پلتفرم رو میتونید انجام بدین. در قسمت جزئیات حسابتون میتونید از اینجا اگر این $1000 کم بود وجه رو اضافه بکنید. اگر خواستین روی افزودن وجه کلیک میفرمایید، یا اگر این حسابتون موجودی صفر شد و خواستین مجددا شارژ بکنید به همین صفحه حساب‌های من تشریف میارید و از اینجا روی افزودن وجه کلیک میفرمایید. مثلا من $4000 دیگه میخوام اضافه بکنم و موجودی جدیدم باید $5000 شده باشه. بله، همونجوری که ملاحظه میفرمایید. خب قسمت بعدی که سمت راست ملاحظه میفرمایید سپرده گذاری یا واریز وجه هستش که شما میتونید از روش هایی که برای شما وجود داره استفاده بکنید. بروکر FXTM روش های مختلفی داره، مثل ویزا کارت، روش صرافی که منظورش روشی هست که انتقال وجه رایج اون مملکت هستش، مثلا اگر شما در ایران باشید ریال رو میتونید با هماهنگی با پشتیبانی بروکر FXTM تماس بگیرید و اونها اطلاعاتی رو به شما خواهند داد که شما ریال رو واریز میکنید و بروکر برای شما در حساب به صورت دلاری شارژ میکنه. خب این روش ها، روش های ویزا کارت، اسکریل نتلر و مابقی روش ها برای هر کشوری متفاوت هستش. خب در ایران شما میتونید از وب مانی و پرفکت مانی و بیت کوین استفاده بکنید و همچنین از روش صرافی یا روش پرداخت ریالی. قسمت های بعدی هم قسمت سکوی من هستش که پلتفرم ها رو میتونید دانلود بکنید از این قسمت اول. از قسمت وب تریدر هم میتونید از متا تریدر داخلی خود بروکر استفاده بکنید و در همین صفحه ترید انجام بدین. و قسمت بعدی مدارک من هستش که خب از اینجا ما توضیح دادیم مدارکتون رو میتونید آپلود بفرمایید. قسمت نمایه من میتونید تنظیماتتون رو، ایمیلتون رو و اطلاعات دیگرتون رو تایید بکنید. مثلا ما بر روی ایمیل اگر کلیک بکنیم از اینجا کد تاییدی برای ما میفرسته و با وارد کردن اون کد میتونیم ایمیل رو تایید بکنیم، یا میتونید محل سکونتتون رو و دیگر مشخصاتتون رو تغییر بدین. قسمت خدمات داد و ستد قسمتی هست که شما در گزینه اولش میتونید از بروکر FXTM اینجا برای ما در این قسمت سیگنال های معاملاتی رو برای جفت ارزها و موارد دیگه ارائه میده. خب مثلا میتونیم بر روی هر جفت ارزی که اینجا هستش بر روی گلد طلا کلیک بکنید و برای چهارشنبه 15 ژانویه که خب تاریخش رد شده
15 ژانویه. الان که من برای شما این ویدیو رو میسازم روز یک شنبه هستش و بازار تعطیل هستش. میتونید اینجا ببینید پیش بینی هایی که بوده. در وقتی که بازار باز باشه اینجا میتونید پیش بینی های روز رو ملاحظه بفرمایید. خب قسمت های بعدی هم این که شما میتونید از اینجا اندیکاتورهای مورد نظر رو که بروکر ارائه داده دانلود بکنید و توضیحی در مورد اون اندیکاتورها داده و اینها رو به متا تریدرتون اضافه بفرمایید. پیش بینی بازار هم تحلیل هستش که شما میتونید از این تحلیل ها استفاده بفرمایید. خب قسمت FXDM Invest قسمتی هست که شما اگر تریدر قابلی باشین میتونید حساب مدیریتی رو باز بکنید که سرمایه دیگران هم مدیریت بکنید. شرایط اینجا نوشته که این شرایط رو داشته باشید میتونید انجام بدین. اگر هم تریدری باشین که تازه وارد باشین و بخواین دوست داشته باشین کسی حساب شما رو مدیریت کنه، از اینجا از این قسمت وارد میشین و حساب رو افتتاح میکنید. خب اینجا افرادی هستن از سراسر دنیا که اسم حسابشون سود کلی که تا الان انجام دادن، سود ماهانه‌ای که هر ماه دارن و مدت زمانی که این حساب رو از زمان افتتاح تا الان در حال مدیریتش هستن نوشته شده و تعداد سرمایه گذارانی که در این حساب برای این آقا یا این خانم سرمایه گذاری انجام دادن و ایشون دارن مدیریت حساب رو انجام میدن. خب روی هر کدوم از اینا خواستین میتونید کلیک بفرمایید و از سیگنال های معاملاتی اینها استفاده بکنید. یعنی چی؟ یعنی این آقا یا خانم زمانی که ترید میگیره بر روی حساب شما هم کپی میشه اون ترید، شما نیاز نیست کاری انجام بدید. خب اینها میتونن از 0 تا 50% به شما کمیسیون پرداخت بکنن، یعنی تا 50% میتونن به شما کمیسیون اون از سود شما رو پرداخت بکنن، از اون سودی که به دست میارن و مابقیش رو که دستمزد خودشون هست از اون طریق که بروکر برای اونها واریز میکنه برداشت بکنن. البته اون سود رو بروکر واریز میکنه براشون. میتونید با کلیک بر روی اسم هر کدوم از اینها معاملاتی که انجام دادن و توضیحات مختصری که دادن روش تریدشون رو اینجا ببینید و بازبینی های معاملاتیشون رو چه جفت ارزهای ترید میکردن رو داشته باشید. خب ایشون 40% از سود شما رو برداشت میکنن، یعنی اگر یه معامله رو باز بکنن و اون معامله سود داشته باشه 40% از سود مربوط به ایشون هست که خب بروکر اون رو به این مدیر راهبردی به اصطلاح پرداخت خواهد کرد. خب در قسمت بعد طرح‌های تشویقی هستش. طرح‌های تشویقی که بروکر اعلام میکنه اینجا هستش. شما میتونید در حال حاضر طرح تشویقی هست که شما میتونید بعد از وارد کردن پول تا 10,000 دلار درآمد کسب کنید با ترید کردن بر روی حساب خودتون و هر بار که معامله میکنید 5 دلار بروکر به حساب شما به اصطلاح دلار واریز میکنه، پول نقد واریز میکنه و شما میتونید بردارید. شرایط و ضوابطش رو هم هست، میتونید بخونید شرایط و ضوابطش رو و بعد از اون این طرح رو انتخاب کنید. قسمت مسابقات هستش که در حال حاضر مسابقه وجود نداره. قسمتی هست به اسم معرفی یک دوست که اگر شما با این شناسه کاربریتون دوستی رو معرفی کنید و اون دوست بیاد و از اون شناسه شما یا از لینک شما ثبت نام بکنه، شما میتونید به ازای و این ضوابط رو رعایت بکنه، یعنی شاید باید حسابش رو شارژ بکنه یا چند لاتی ترید انجام بده، میتونه به ازای هر نفر به شما بروکر 50 دلار پرداخت بکنه. از این قسمت اشتراک گذاری میتونید، لینک شما در این قسمت هستش، میتونید اینها رو اشتراک گذاری بکنید در شبکه‌های اجتماعیتون یا در سایتتون و دوستان با کلیک بر روی اینها حساب باز بکنن، در اصل از شناسه شما باز میشه و
اون شرایط رو اگر داشته باشن، بروکر اون 50 دلار رو به شما پرداخت میکنه. خب قسمت آموزش هست، میتونید از وبینارهای رایگان این بروکر استفاده بکنید، یا در وبینارهای گذشتهش رو دانلود بکنید، یا در وبینارهای جدیدی که خواهد داشت و به زبان فارسی یا انگلیسی هستش شرکت بکنید. سمیناری دارن، کتابهای الکترونیکی رو میتونید دانلود بکنید از اینجا، کتابهایی که هستش رو دانلود بفرمایید. و خب بخش پشتیبانی مشتری که شما میتونید اونجا درخواست تماس تلفنی بدید یا به صورت زنده با اون مشتری چت با پشتیبانی چت بکنید و مدیر حساب شما با شما تماس خواهد گرفت. خب امیدوارم که از این آموزش استفاده کافی رو ببرید و برای خودتون بتونید یک حساب معاملاتی دمو یا آزمایشی باز بکنید و تمرین بکنید و روز به روز پیشرفت داشته باشین، با امید خدا که بتونید حساب حقیقی رو باز بکنید و از این بازار کسب درآمد کنید. همونجور که میدونید بازار فارکس روزانه 5 تریلیون دلار گردش این پول هست. مطمئن باشید که از این پول شما سود خواهید گرفت، یعنی شما هم سهم خواهید داشتنش. شاد و موفق و پیروز باشین. خدا نگهدار.